با اوجگیری تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای ایران، رسانه‌های اصلی جهان هم اخبار این تظاهرات رو در لیست رویدادهای مهم خودشون قرار دادند. گزارشی از رویترز. تظاهرات در شهرهای ایران در حال وقوع است. رویتر به نقل از آژانس‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نوشت، در حالی که مردم ایران در انتظار از سرگرفته شدن تحریم‌های ایالات متحده هستند، تظاهرکنندگان روز شنبه به یک حوزه مذهبی در غرب تهران حمله کردند. بر اساس کلیپ‌های ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صدها نفر در شهرهای در سراسر ایران شامل تهران، اصفهان و کرج علیه تورم زیاد تظاهرات کردند. تظاهرات‌ها غالباً با شعارهایی علیه هزینه بالای زندگی و اتهامات فساد مالی راه می‌افتند، ولی به سرعت به تظاهرات و راهپیمایی‌های ضد دولتی تبدیل می‌شوند. رویتر ادامه می‌دهد، خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز شنبه گزارش کرد در شهر اشتهارد در 100 کیلومتری غرب تهران پلیس ضد شورش اواخر روز جمعه حدود 500 نفر را که شعار ضد حکومتی می‌دادند و بعضی از آنها به حوزه علمیه شهر سنگ و آجر پرتاب می‌کردند را متفرق کردند. بر اساس یک کلیپ ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، تظاهرکنندگان خیابانی در تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری فارسی زبان خود گفت: در حالی که این نهایتاً بر عهده مردم ایران است که مسیر حرکت کشورشان را تعیین کنند، آمریکا از صدای مردم ایران که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است، حمایت می‌کند. واشنگتن تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال خواهد کرد که بر اساس آنها خرید دلار آمریکایی، تجارت طلا و فلزات گران قیمت و معامله فلزات، زغال سنگ و نرم افزار مرتبط با صنعت را در بر خواهند گرفت.